مدت زمان لازم برای شروع کسب و کار در ایران 69 روز کاهش یافت و به 3 روز رسید. بر این اساس، متقاضیان راه اندازی کسب و کار به واسطه پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار می توانند ظرف مدت 3 روز مجوزهای لازم را اخذ و کارشان را آغاز کنند. دنیای اقتصاد این خبر را سوژه خود کرده. روز پنجشنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های پیشران اقتصاد دیجیتال، اتفاقاتی تاریخی برای حوزه ارتباطات کشور رقم خورد. یکی از طرح‌هایی که مطرح شد، طرح انتخاب هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی بود که نقش مهمی در اکوسیستم فناوری کشور و همچنین برای اقتصاد فرهنگ و هنر کشور دارد. سازندگی این طرح را تیتر خود کرده. روز گذشته دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی از کشف بیش از 30,000 مدرک جعلی در سال 98 در میدان انقلاب خبر داد و گفت برخی مدیران سیاسی بدون حضور در کلاس 140 واحد درس را در 2 ترم پاس می کنند و مدرک دکترا و ارشد می گیرند. هفته صبح به این خبر پرداخته. بهارستانی ها تازه آغاز به کار کردند و به زودی حضور نمایندگان در کمیسیون های مختلف مجلس مشخص خواهد شد. اعتماد از لابیگری برخی نمایندگان برای ورود به کمیسیون های خاص خبر داده. روز گذشته وزیر اقتصاد در مراسم افتتاح رسمی راه اندازی پنجره واحد شروع کسب و کار گفت سرمایه گذاری از نان شب هم برای کشور واجب تر است. ایران به این سخنان پرداخته. اینجا سوریه نیست، آمریکاست. این تیتر امروز کیهان درباره آشوب‌های اخیری است که ترامپ با سیاست‌های خود در آمریکا به پا کرده. قتل جوان سیاه‌پوست به دست پلیس آشوبی کم سابقه را در آمریکا ایجاد کرده. 4مین جلسه دادگاه پرونده ارضی شرکت نیشکر هفت تپه هم تشکیل شد. شرق از جزئیات این دادگاه نوشته. جوان پرونده‌ای درباره جاماندگان سهام عدالت دارد و در این پرونده به اهمیت سهامدار شدن جاماندگان پرداخته. فرهاد را به خاطر دارید؟ پولبری که سال گذشته جانش را از دست داد. شهروند امروز به بازخوانی تراژدی فرهاد پرداخته. خبر ورزشی با عنوان کرونا نمایی به بالا رفتن عجیب تعداد مبتلایان کرونا در تیم‌های لیگ برتر پرداخته. موضوعی که به اعتقاد برخی نه به معنی تست مثبت بازیکنان بلکه به معنای کرونا نمایی برای لغو لیگ برتر است. ایران ورزشی هم تصویر علی کریمی را روی جلد خود آورده و از برنامه جادوگر فوتبال و تمریناتش نوشته است.